اما طرح نظارت بر نمایندگان مجلس برای تایید نهایی و تبدیل به قانون در انتظار نظر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس این طرح هیئتی در مجلس بر نمایندگان نظارت خواهد داشت و می تواند مجازات های چون اخراج از مجلس برای نمایندگان در نظر بگیرد. برخی چنین طرحی را زمینه سازی برای کاهش قدرت نمایندگان مجلس می دانند. آرش سیگارچی گزارش می دهد. اگر کسی هم اطلاعاتی داره خب باید به رئیس مجلس یا به حراست مجلس بده. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن هیئتی در مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد نمایندگان را دارد تا چنانچه رفتاری خلاف شئون مد نظر حاکمیت یا خلاف امنیت و یا سوء استفاده مالی رخ دهد با نمایندگان برخورد کند. مجازات از کسر حقوق متخلفان تا لغو اعتبارنامه نمایندگی و اخراج از مجلس. اما چه شد که نمایندگان مجلس به فکر نظارت بر خود افتادند؟ یک شأن نظارتی هم برای خودتون تعریف کنید برای خود مجلس. 16 ماه بعد از این سخنرانی طرح نظارت بر نمایندگان تصویب شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ اشاره‌ای برای نظارت بر نمایندگان در زمان نمایندگی ندارد و حتی آنها را در اظهار نظر پیرامون مسائل محلی و ملی آزاد گذاشته. این امر به صلاح کشور نیست. این طرح در حالی مطرح شده که بر اساس قوانین عادلی ایران اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی خارج از وظایف نمایندگی شود، مانند سایر افراد جامعه به آن در محاکم قضایی رسیدگی می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد حاکمیت قصد دارد در طول دوره نمایندگی مجلس هم بر نمایندگان نظارت بیشتری داشته باشد. در دو دهه گذشته شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از داوطلبان نمایندگی مجلس را قبل از ورود آنها به این نهاد رد کرد. یک بار در مجلس ششم نمایندگان نزدیک به طیف اصلاح طلب در مجلس حضور یافتند، اما بارها رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد این مجلس انتقاد کرد. چه در نظام شاهنشاهی چه در نظام جمهوری اسلامی چنین هویتی رو برای مجلس تعریف نکرده بودند که سر تا پا تقصیر بشه و نمایندگانش به محض اینکه در مجلس حرفی بزنند مورد پیگیری قرار بگیرند. اگر نماینده مجلسی پای رو از جریم خودش فراتر گذاشت، میشه گفتش پیگرد قانونی انجام میدن و از مجلس در همون دوره بیرونش میکنند. با این طرح امتداد نظارت استثنایی شورای نگهبان رو در مجلس خواهیم دید. طرح نظارت بر نمایندگان مخالفانی در مجلس و بیرون دارد. پیش از این علی مطهری گفته بود این طرح سند بردگی نمایندگان است. مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس هم به نمایندگان توصیه کرد که ننگ تصویب این طرح را برای خود نخرند و نمایندگان را به نوکران قدرت تبدیل نکنند. مجلس اختیار نظارت بر دولت را دارد، اما به خاطر حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای از دولت تا کنون کمتر از این حق استفاده کرده و به نظر می‌رسد با طرح نظارت مجلس بر نمایندگان استقلال آنها برای نظارت بر دولت کاهش یابد. نهاد مجلس هم به همون قدرتی دچار میشه که بقیه نهادهای حاکمیت دچار شدن. الان دولت که در حقیقت دولت مردمی نیستش و با انتخاباتی که در اون تقلب کردن ما رئیس جمهوری به اون معنا نداریم. در مجلس هم همین اتفاق خواهد افتاد. بر اساس این طرح اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان متشکل از یک نفر از هیئت رئیسه، چند عضو کمیسیون قضایی و 4 نماینده مجلس خواهند بود. قرار است شورای نگهبان تا چند روز دیگر نظر خود را در مورد این طرح بیان کند. به نظر می‌رسد با توجه به ترکیب این شورا طرح نظارت بر نمایندگان تایید و تبدیل به قانون شود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.